برای خبر گرفتن از مرزبان و مرزنشین در این ماه مبارک رفتیم مرز. هرچی میشد با بارگرد و هرچی نمیشد با خودرو. یکی در مرز با خاطر جمعی کشاورزی میکرد. این مرز این زندگی ما. زندگی خیلی خوبی خوبی ها. بازگاه ما میاد داره با ما. و دیگری با دقت مرزبانی. 50 درجه است تمام. بعد حالت عادی بقای بایسی خیلی سخته. خیلی هم گرمه. یه با اسلحه و سینه خشاب که دیگه فبه ها. نخلستان پارک بازی و تماشای بچه ها شده بود و سردار قد و بالای سربازانش را تماشا میکرد. خیلی میشم. بایست در یک جمله اینا تعریف کرد. شریکان عبادت شهروند، تمام شهروندان ایرانی. نخل‌ها از خرمای خوب حکایت می‌کردند. تقریباً تا 20 روز آینده ان شاءالله اینا می‌پزند. به خصوص که دست متجاوزی به خرمای این نخلستان نخواهد رسید. برخی وقت‌ها مرزبان و مرزنشین یکی می‌شدند. نژاد شورای روستان هستی. بله. شورا راحت برادر. الان رزمنده و مرزبانی. بله بله. افطار نزدیک شد و جوانانی که قبل سربازی برای سحری و افطار چشم به دیگران داشتند، حالا خود در تدارک سفره افطار بودند. این نظم و ترتیب و قبل از سربازی هم داشتی؟ راستش نه. موقعی که تشکیل خانواده دادن حداقل سختی‌ها رو تحمل کنن. الله اکبر الحمد لله. سر سفره حرف همه ملت را مرزنشین زد. اما راحت سارت نیست تا مماس کو راحت نیست ناون چادر کسی چیز کن ناون کسی ابر ذات کن. حین افطار هم پست نگهبانی خالی نبود. نگهبانی از مرز و بقیه مهمتر از افطار و تشنگی و گرسنگیه. اینجا دعا تا آسمان فاصله ای نداشت. خدایا خداوند از زیر این پرچم ما سربازا رو شرمنده مردم ما نکنه، همه رو حفاظت کنه رحمت خودش. هر سفره‌ای که این موقع توی خونه ها پهنه به خاطر این جمعیه که بهترین نام دنیا رو دارن، مرزبان. مریم اربابی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی بین ایران و پاکستان.